سود و اقتصاد بالا. یعنی ادعی هستن که از رانت قدرت استفاده میکنن و از این حریم استفاده میکنن و مشکلاتی درست میکنن. شما فکر میکنید چرا مواد مخدر تو این کشور نیست تمام نشد؟ چند هزار شهید ما داریم، هزاران نفر دارن مبارزه میکنن، مرزی هم که قاچاق مواد مخدر از اون صورت میگیره مرز معین است. چرا این از بین میره؟ این حتما دست دولتی ها در این کار است. در حالی که سپاه پاسداران یکی از بزرگترین کارتل‌های ترانزیت مواد مخدر جهان رو در اختیار داره و از باندهای قاچاق برای ترور مخالفان نظام استفاده می‌کنه، هیئتی از جمهوری اسلامی در 66مین نشست کمیسیون مواد مخدر سازمان ملل در وین شرکت کرد. قاچاقچیان سپاه علاوه بر قاچاق مواد مخدر به عراق و ترکیه و از اونجا به اروپا، تاکنون برای سپاه چندین عملیات ترور هم انجام دادند. وزارت خزانه داری آمریکا 11 سال پیش غلامرضا باغبانی از فرماندهان نیروی قدس سپاه رو به دلیل ترانزیت مواد مخدر تحریم کرد. به گفته دولت آمریکا، غلامرضا باغبانی به تولید هروئین کمک کرده و مرزها رو برای قاچاق مواد مخدر باز می‌ذاره. رویترز هم در گذشته گزارش داده بود که جمهوری اسلامی از طریق آبهای کویت برای حوثی‌های یمن مواد مخدر و سلاح می‌فرسته. روزنامه دیولت آلمان هم در سال 2011 در گزارش نوشت سپاه پاسداران از قاچاق مواد مخدر سالانه میلیاردها دلار درآمد کسب می‌کنه. در نوامبر سال 2010 مقام‌های دولتی نیجریه از کشف 130 کیلوگرم هروئین با مبدأ ایران خبر دادند. به گفته مقام‌های امنیتی نیجریه، این محموله متعلق به عظیم آقاجانی و سید احمد تماسبی از اعضای نیروی قدس سپاه بوده. مقامات امنیتی ایتالیا هم 6 سال پیش یک محموله قاچاق مواد مخدر به مقصد اروپا را کشف کرده بودند. به گفته مقامات ایتالیا، 9 شهروند عراقی وابسته به هشت شعبی از گروه‌های وابسته به جمهوری اسلامی تحت هدایت غلامرضا باغبانی محموله‌های مواد مخدر را به عراق و ترکیه و از اونجا به ایتالیا و اروپا ارسال می‌کردند. همزمان با کشف فعالیت‌های این باند، رویترز به نقل از یک مقام جمهوری اسلامی نوشت رژیم جمهوری اسلامی از طریق قاچاق مواد مخدر به حوثی‌های یمن کمک مالی هم می‌کنه. با این حال جمهوری اسلامی در سال‌های اخیر از باندهای مواد مخدر برای حذف مخالفان خودش هم استفاده کرده. یکی از قاچاقچیان کلیدی جمهوری اسلامی برای ترانزیت مواد مخدر و انجام ترور، ناجی شریفی زیندشتیه. ناجی شریفی زیندشتی در حال حاضر در ارومیه زندگی میکنه و در پوشش یک بنیاد خیریه در حال ترانزیت مواد مخدر برای سپاه پاسدارانه. شبکه قاچاق تحت نظر اون دست کم 5 ترور و یک آدمربایی برای سپاه پاسداران انجام داده. محمد رضا کلاهی صمدی، عضو سابق مجاهدین خلق و از متهمان انفجار دفتر حزب جمهوری اسلامی در سال 1360 در دسامبر 2015 در هلند هدف گلوله دو فرد ناشناس قرار گرفت و ترور شد که این عملیات به دستور ناجی شریفی زیندشتی صورت گرفت. این باند ترور در نوامبر سال 2017 یک عضو جدایی طلب الاحوازیه رو در لاهه ترور کردند. در آبان 98 مسعود مولوی، مدیر کانال تلگرامی جعبه سیاه، به ضرب 11 گلوله در استانبول ترکیه به قتل رسید. قاتل اون فردی به نام عبدالوهاب کوچک از اعضای شبکه قاچاق ناجی شریف زیندشتی بود. ناجی شریفی زیندشتی در سال 1395 هم نقشه ترور سعید کریمیان، مدیر شبکه جم رو هم اجرا کرد. در آبان 1399 تیم زیندشتی حبیب چعب موسوم به حبیب اسیوت رو از ترکیه روبود و از طریق مرز جمهوری آذربایجان اون رو به سپاه تحویل داد. حبیب اسیوت در حال حاضر با تایید دیوان عالی کشور به اعدام محکوم شده. سپاه پاسداران در ازای این همکاری به زیندشتی اجازه توزیع گسترده مواد مخدر در ایران رو میده. منصور رسولی هستم. بنده چندی پیش به خانوادم که نشسته بودیم از طرف یکی از دوستای من فایلی برام ارسال شد. فایلی رو که باز کردیم دیدم تصویر و گفته های از بنده از یکی از رسانه های خارجی پخش شده. با دیدنش واقعا شوکه شدیم، تعجب کردیم. من تکذیبش میکنم. منصور رسولی دیگر قاچاقچی وابسته به سپاه پاسدارانه که در اردیبهشت 1401 فیلم بازجویی موساد از اون در خاک ایران منتشر شده بود. رسولی قرار بود برای یگان 840 نیروی قدس سپاه، یک روزنامه نگار در فرانسه، یک ژنرال ارشد آمریکایی در آلمان و یک سیاستمدار سابق اسرائیل رو در ترکیه ترور کنه. رسولی برای انجام این کار 150 هزار دلار پیش پرداخت گرفته بود. رسولی و همکارش بهمن حاتمی در قاچاق مواد مخدر هم با سپاه همکاری کردند.
عبدالسلام کمال تورگوت قاچاقچی بزرگ مواد مخدر در ترکیه دیگر همکار سپاه برای انجام ترور بوده. دستگاه امنیتی آلبانی مانع از حمله تروریستی به یک نشست سازمان مجاهدین خلق در آلبانی شد و از کشف یک تیم ترور سپاه خبر داد که یک فرمانده ارشد نیروی قدس با نام مستعار پیمان اون رو از تهران هدایت می‌کرد. مسعود نقاش‌زاده عضو پیشین مجاهدین خلق و همکار سپاه و عبدالخالق ملک‌زاده نیروی عملیاتی سپاه با نام مستعار فرهاد و عبدالسلام کمال تورگوت از همکاران ناجی شریفی زیندشتی در این عملیات بودند. طبق آمار رسمی سازمان ملل 40% مواد مخدر تولید شده در افغانستان وارد ایران میشه و قاچاقچیان مواد مخدر 60% اون رو به عراق، ترکیه، جمهوری آذربایجان و در نهایت به اروپا ترانزیت میکنند. در همین حال یک سند افشا شده در ویکیلیکس افشا کرده 80% تریاک و 28% هروئین مصرفی جهان از ایران قاچاق میشه. حالا جمهوری اسلامی که یکی از بزرگترین کارتل‌های مواد مخدر در دنیا به شمار میاد، در 66مین نشست کمیسیون مواد مخدر سازمان ملل در وین شرکت کرده تا از دستاوردهای خودش در حوزه مبارزه با قاچاق مواد مخدر بگه. البته اونایی که در این نشست در وین حضور دارن خیلی بهتر از من و شما از دستاوردهای جمهوری اسلامی در حوزه مواد مخدر مطلع هستند. اما به خاطر پیشبرد منافع خودشون به این اهمیت نمیدن که با چه کسانی سر یک میز نشستن. یه روز برای نشون دادن حمایت از معترضین در ایران قیچی به دست میگیرن، روز دیگه هم با همون دست دستان قاتلین معترضین در ایران رو میفشارن و براشون فرش قرمز پهن میکنن. اما یه روزی که زیاد دور نیست، مردم ایران، همون مردمی که در خیابانها فریاد میزنن قسم به خون یاران ایستاده ایم تا پایان، آخوندها رو میفرستن همون جایی که باید و ایران از شر این سیاهی و تباهی نجات پیدا میکنه. چندین ویدیو از اتفاقاتی که در این دو سه روز گذشته افتاده براتون در اینجا قرار میدم. به امید آزادی ایران و نابودی رژیم جمهوری اسلامی. مارش تظاهرات ایرانیان این شهر در روال هر شنبه بر ضد رژیم جمهوری اسلامی. Trodde du verkligen att Putin var den mest galna personen i världen? Trodde du verkligen att talibanerna i Afghanistan är de hänsynslösaste härskarna i världen? Mullah-regimen som har styrt Iran i 44 år med järnhand. Azad, som har tjeckori, går det sära kvar och skulder? Bara ska gå det sära kvar och skulder? Går det sära kvar och skulder? Går det sära kvar och skulder? سلام، امروز 28 اسفند 1401 پالایشگاه نفت تهرانه تو مسیر بهشت صحرا. میزان آلودگی سوختی که داره هدر میره یه فاجعه بزرگه. نمیدونم چرا این اتفاق میفته. مرسی. سلام آقای صنایعی، امروز 27 روز شنبه بانک ملت
سراح عادلان. İki tane şokolat geldi Sata bunu aldırsın. امروز 27 اسفند 1401 اومدیم سر خاک مجید رضا. روحت شاد برادر عزیزم.